بسم الله الرحمن الرحيم. بيننده های عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم هر جایی که هستید خوب و خوش و خرم باشید و این روزهای مبارک را به خوبی و خوشی سپری کنید. باز هم در برنامه لحظه های آسمانی در خدمت شما عزیزان هستیم. در استودیو با ما جناب استاد بزرگوار مولانا صاحب عبدالسلام عابد تشریف دارند. در قدم نخست ایشان را به استودیو خوش آمدید میگیم. جناب مولانا صاحب خیلی خوش آمدید. تشکر، لطف کردین، بخیر باشین. سلامت باشین. جناب مولانا صاحب، در برنامه امروز خواستیم در مورد اهمیت علم صحبت کنیم که علم چه جایگاهی داره و ای که مرتبه کسانی که علم را میآموزند در اسلام خصوصا چی می باشه. قبل از اینکه وارد این بحث شویم، میخوایم یک تعریف از علم داشته باشیم که علم یعنی چی؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. احترامات خود را به شما و به هم عزیزا تقدیم میکنم. امیدوار هستم که الله این لحظات زیبا را و با برکت را وسیله تکفیر گناه ها و رفع درجات ما قرار بدهد. طبیعی که علم در مقابل جهل است و از نظر بعض علما که تعریف میکنند که علم در حقیقت معرفت و شناخت اشیاست طوری که است و شناخت هم جازم بوده باشد بدون تشکیک. بعد طبیعی که یک بحث بسیار فرا و بزرگ میشد که معرفت در حقیقت شناخت است و شناخت هم از چگونگی تکوین شی، تنظیم شی، استعمال شی، حفظ شی و نشر و استخدام شی. بنابراین وقتی که کل قضیه را ما به این شکل فهمیدیم، گفته میتونیم که این در این باب، در این قضیه، در این جنس ما علم داریم. به این اساس است که علم را میتونیم مرتبه ها بدیم. گاهی میشود به جز شی ما معلومات داشته باشیم، یعنی معلومات ما این بوده باشد که این چیزی که من او را میشناسم از چی ساخته شده، این را میفهمم و این را میفهمم که برای چی ساخته شده، این را میفهمم که چطور استعمالش کنم، ولی این را باز نمیفهم که چطور نگهش دارم. خود باز نگهداری باز مراتب خود دارد. آیا توسط چی تخریب میشه؟ او چیزی که را تخریب میکنه و خراب میکنه چی هست؟ ما با او هم باید علم داشته باشیم. بنابراین علم یک قضیه بسیار بزرگ است که به این اساس است که این گفته ای که مفسرین انتقال میکنن که انگامی که حضرت موسی علیه السلام با حضرت خضر در کشتی سوار میشن، یک گنجشکه که میآید و از این بحر در نول خود آب را بر میدارد، حضرت موسی علیه السلام این صحنه را که میبیند، حضرت خضر برش میگه که به ما تو چی پیام داد؟ و این پیام است که علم شما، آگاهی شما با شأن و عظمتی که دارین در مقابل علم خداوند متعال همانا یک قطره بیش نیست. به اساس ما وقتی که ادعای علم را هم میکنیم، در حقیقت ادعای ما بی نهایت کوچکتر است. ما شاید بسیار کم بدانیم چیزایی را، با همون چیزی که ادعای فهمش را میکنیم، ولی وقتی که ما وارد قضیه دقیق شویم بعد میبینیم که مجهولات ما با مراتب مراتب از معلومات ما کمتر و کوچکتر است. به این اساس وقتی که تعریف علم میکنیم که همانا معرفت حقیقی اشیا و درک حقیقی اشیا، قضیه بسیار بزرگ است. به این خاطر میگم که عالم
اصلی الله متعال است و ما با اشیا به اندازه ضرورت ما و به اندازه توان فهم ما چیزی را میدانیم. ولی مشکل است که ادعای علم را به معنای کلی بکنیم. به این اساس است که ما دو داستان داریم، یکی در قرآن کریم تعبیرش میکنند که حضرت موسی علیه السلام وقتی که از پیش سوال میشه که عالم ترین انسان ها در جای کی است، و او به حسب امو یادداشتی که داشت و فهمی که از قضیه داشت و گفت که من هستم، زیرا پیغمبر مرسل بود و او تکلیف داشت که پیام ها را برای مردم برساند. ولی رب ما او را دستور میدهد که اکنون تو برو که قضیه را دقیق بفهمی که این ادعایی که من میدانم و عالم ترم، معنای گرفتن قضیه علم چی مفاهیم را برایت میدهد. بعد داستان حضرت خضر و موسی علیه السلام شروع میشه. این قضیه را در شأن امام شافعی رحمت الله علیه هم میگن که روزی در مجلس نشسته بود در مکه و از عالم واضح و زیاد که علم دارد و زیاد میداند در بین مردم گفتگو شد و او در این مجلسی که بود یقینا که نسبت به همه کسایی که در اون مجلس بودن دانشمندتر بود. وقتی که امیر بر خود نسبت میدهد، شب حضرت امام شافعی رحمت الله علیه در خوابش میآید که یک محکمه دایر است و امام شافعی به محکمه حاضر می شود و حکم اعدام قاضی سر صادر می کند. وقتی که حکم اعدام سر صادر می شود که ادعای چیزی را کرده که نباید می کرد و به شأن از او چنین ادعا صحیح نبود، یک مرد میخیزد به قاضی میگد که جناب قاضی اجازه است که من یک تعریضی داشته باشم. و او تعریضی میست که جایگاهش امام شافعی را شما میدانید که محمد بن ادریس شافعی از نظر علمی مکانت و جایگاهی بس بلندی دارد، ولی انسان ها خطا میکنن، اشتباه میکنن، یکان لغزش دارد، چی میشد که در این جزایش تقلیل بیاد و جزا را کوچکش کنه؟ گفت یعنی چی؟ گفت من میگم که پیشنهاد میکنم فردا امام شافعی برود در کوچه‌های مکه بگردد، حقیرترین و بیچاره ترین مردی که در مکه باشد برود دستای از او را ببوسد. امام از خواب بلند می شود و واقعا درک می کنه که اشتباه کرد، در مجلس روز اشتباه کرد. فردای روز برای امی موضوع می گردد در کوچه مکه، یک مردی را می بینه که عجیب و جولیده، می خواهی که دستای شب بوسه بکنه، برش می که شب چطور از ادام خلاص کردم. حالا فکر بکنین که در این داستان و داستان حضرت موسی و خضر علیه السلام چقدر نقاطی است که به دیدگاه های ما عجیب و غریب شاید داده شود. هم در قضیه داستان خضر و موسی عجیب است که از فهم ما بالاتر است و سوره کهف همین نقاط دارد. هم داستان باغ عجیب است، هم داستان ذوالقرنین عجیب است، هم داستان اصحاب کهف عجیب است، هم داستان خضر و موسی عجیب است. هر چهارش از قضیه است که از برداشت ها و نگرش ما بالاتر می رود. علم در حقیقت ابزار اخص دارد. علم چی گونه می گیری؟ علم یا به دیدن گرفته می شه، یا به شنیدن گرفته می شه، یا به لمس گرفته میشه، یا به ذائقه گرفته میشه، یا به مشامه گرفته میشه. این معلومات را حواس ما جمع میکند و این انتقال میده به قدرت تفکیر ما. یعنی پدیده اکتسابی هست. بله، دیجا میبرشد. بله.
دیجا سرتش میکنه، منظمش میکنه، انتقالش میدهد به قوای عاقله و قوای عاقله انتخاب میکنه، اولویت بندی میکنه، قطارش میگذارد. علمای روحانی بالاتر باز میرود. اگر عقل فقط آنچه که به دردش نمیخورد کنارش میزند، و وقتی که چیزی که احسن را احسن را احسن را یک جای کرد و زباله ها را بیرون انداخت، برای تحکم انتقالش میدهد به قلب، و قلب در اونجا فیصله میکند و حکم میکند. حالا امام شافعی رحمت الله علیه قضیه را درک کرد، بعد از او پیش استادش میرود و برش میگه که در یک شعر تعبیرش میکنه: شکوت الى وکیع من سوء حفظی فاوصانی بترک المعاصی فان العلم نور من الهی و نور الله لا یعطی العاصی. ولی امام شافعی کدام گناهی که ما شما در ذهن ما گناه بیاید او خود نکرده بود، گناهی چیزی بود که ادعا کرد چیزی که مناسب نبود با مقام شامخی حضرت امام شافعی رحمت الله علیه. میگه ما فراموش کردم که قرآن چرا حضرت موسی علیه السلام را به چنین سفر وادار میکنه. میگه ما باید چیکار را نمیکردم، فراموش کردم و این سوال را ما یک رقم جواب داده. بنابراین او بر ما بر استادش پس میگه که ببین معاصی را ترک بکن، یعنی ادعا نکو قضیه را که تنها معصوم داری. و قرآن یک تعبیر عجیب میکنه: با فوق کل ذی علم علیم. چقدر که بدانی و ادعای علم بکنی، ایرا بدان که از تو کده کسی دیگری است که بیشتر فرمید. یعنی به لفظ عام اگر بگویم، تکبر و غرور علمی نباید دوست. قطعا، بله. بعد ببینیم بسیار جالب است استاد که هر قدر که علم بیشتر می شود، علمت به مجهولات بیشتر می شود. و چقدر که به مجهولات علمت بیشتر شود، به امو اندازه در تو تواضع و سکون را می آید. یعنی اگر بیشتر علم به مجهولات اگر توضیح بتیم جد. من عرض کردم که یکی شناخت شخص از نظر ظاهریش که ما مشناسیم، ولی ایده که شناختی، تکوینش دیگه علم میخواهد، استعمالش دیگه علم میخواهد، حفظش دیگه علم میخواهد. یعنی مجموع تمامی از این، یعنی ببینید که مراتب مراتب، در یک مرحله میفهمی، در یک مرحله دیگهش باز بند میشه. اما چیزی که میفهمی یک مرحله میفهمی، در مرحله دیگهش بند میشه، در مرحله دیگهش بند میشه، بالاخره استاد میشه. بعد میبینی که این اشیایی که تو را میگوی مشناسم، او با چیزهای دیگری گره خورده. تا او را نشناسی بازی را نمشناسی. باز میبینی که گره ها یکی با دیگری بیشتر میشود، بیشتر میشود. قبلا به طور مثال تسبیح بوده دست، حالی تسبیح خطا خورد و درخت تبدیل شد. صحیح شد نه؟ درخت از کجا؟ باز داخل شده برو دیگر. روز به روز به تو سوال ها را بیشتر میکنه و بیشتر میکنه و بیشتر میکنه. آنقدر بیشترش میکنه که زمانی که تو داری، این زمان وسع و استيعاب اینی سوالا را ندارد. جوابایش خوب بگذار، استيعاب سوالایش را نداری، فکر بکن که جوابش چقدر طول میکشه. به این اساس است که ما علمای بزرگوار ما وقتی که یک موضوع را تحلیل میکنند، میکنند با ادب، یک سلسله کلمات دارد، میگه الله اعلم، الله بهتر میداند. فهم ما در این باب اما قدر بود. به امی اساس است که علما وقتی که صحبت میکنند، یک موضوع را تحلیل میکنند، بعد میگه که برداشت ما همی بود، برداشت ما همی بود، میگه قول ما صحیح هست، فتوای ما صحیح هست، علی حسب گمان ما و برداشت ما و تحقیق ما، ولیکن احتمال خطا دارد. قول جانب مقابل ما حسب معلومات ما، تحقیق ما، اشتباه هست،
ولی امکان چی داره؟ صحت داره و سعادت. و این اساس است که انگامی که تاریخ مذاهب اسلامی را شما مطالعه بکنید، هیچ مذهب دعوت به طرف مذهب خود نمی کند. صاحب مذهبی کار نکرد، بلکه میدان را باز گذاشته. هیچ صاحب مذهب شاگردایش را به تقلید حکم نکرده. و برش گفته با چیزی که من میگم امو است. حتی دا جایی که وقتی که امام مالک رحمت الله علیه معطا را ترتیب داد، بسیار زیبا ترتیبش داد. بسیار زیبا ترتیبش داد. چنان این کتاب در عالم اسلامی جای پیدا کرد که خلیفه وقت گفت که به عنوان قانون در جامعه اسلامی و در خلافت حکومت این را تطبیق میکنه. امام مالک مخالفت میکنه، میگه در برداشت های ما هم است، اجتهادات ما هم است. و این احتمال چی را دارد؟ خطا را، ثواب را دارد. بنابراین نمیخوام که امت در این یک چیزی که برداشت های ما در اوج است در اون مقید شد. یعنی جناب مولانا صاحب از این صحبت هایتون برداشت میترسید که علم بشری هست و علم الهی هست. یعنی بشر تا یک مستوی پیش میره که از بالا یعنی حدود علم الهی شروع میشه. فکر کنم همین قسم یک موضوع باشه. نه، تو گفتم یعنی که علم الهی همه علوم الهی است. بله. این تقسیم درست نیست. این تقسیم درست نیست. در سوره مبارکه فاطر شما بخونین تصریح میکنه قرآن. الم ترى ان الله انزل من السماء ماء. تصدیق میکنند. بعد میگه که فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانه. این بحث را پیش میبرد. بعد میگه من الجبال جدد بيض و حمر مختلف الوانها و غرابی و سود و من الناس و الدواب و الانعام مختلف الوانها كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء. اي ايات رايك بر تحليل بكونين تقسيم را بر ميدارين. بس كسايي كه در آب تحليل ميكنن و تجزيه ميكنن، نگرش های رنگارنگ الوان را تحليل ميكنن، رنگ چیست؟ کدام رنگ اصل است؟ آیا رنگ جوهر است؟ یا عرض است؟ یعنی یک بار که شما داخل شوین، بعد از او باز میفهمین که در هیچ موضوع تنها به می درد نمیگیرد که ما علم را تقسیم بکنیم. وقتی که کلمه علم را میگیم تنها تعلق بگیرد به علمای دین. نه، کلمه علم عام است. تحت از او دکتر داخل است، انجینر داخل است، تحت از او علمای روانشناس داخل است، حقوقدانا داخل است، علمای شریعت داخل است، محدثین و فقها داخل است، تمام مردم داخل است. از این خاطر ما بحث داریم استاد که تمدن حسیله علمی و زحمت و تحقیق همه بشریت است، بدون استثناء که دین را، منطقه را و قوم را در نظر بگیریم. این چیزی که ما شما داریم، این تعلق بر یک قوم نیست، تعلق بر یک مذهب نیست، تعلق بر یک خطه نیست. تمام انسان ها در تکوین از ای علوم و دستاورد ها نقش دارند. طوری که من عرض کردم که ما یک چیز را بنا میگذاریم، خود با در قدم دومش بند میشیم. باز قدم دومش خودت میگذاری، خودت باز بند میشه، قدم سومش را کسی دیگه میگذاره، قدم چهارمش دیگه میگذاره. آهسته آهسته میدیریم که ما به طرف رشد میریم. بنان علم تقسیمش را که فقط اتو بگذاریم که وقت علم یعنی علمای شریعت و کنارش بگذاریم علمای دیگر را، این ظالمانه است. پیامبر ما علیه الصلاة و السلام میفرمه العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان.
علم را یک تقسیم میکنه، مگه دو علم است، علمی که تعلق میگیره به عقیده و به فکر و به ارزش های معنوی که علوم دینی است، علوم شرعی است، علوم دیگری که علومی که در خدمت جامعه انسانی است، علوم بشری است. بعد روحی به مراتب مراتب مهمتر است از بعد مادی. در بعد مادی ما چقدر نیاز داریم؟ بر لباس نیاز داریم، به بوت نیاز داریم، به صحت نیاز داریم، به موتر نیاز داریم. شما فکر بکنید چقدر چیز هست که این علوم خدمت میکنه امی پیکر مادی ما را. و یقینا که بعد معنوی به مراتب مراتب هم مهم است و هم علمش مهم است و هم جایگاهش مهم است و هم ضرورتش مهم است از نظر ضرورت. انسان کل ما شما در بازار که میبینیم چقدر انسان ها رو میبینیم که دو پای داره میرون مثل مار قواره دارن، ولی تفاوت رتبه هایش رو قبول میکنه. طبیعی. خب چرا قبول میکنه؟ به اساس استخدام از انسان قدرت های فیزیکیش را در خدمت جامعه انسانی. به هر قدر که خدمات بیشتر عرض میکنه جایگاهش بیشتر تر است. پس کسی که بر ما حلال و حرام تحلیل میکند، کسی که ارزش های اخلاقی را به ما تو تعلیم میدهد، ارزشی که انسان پیدا میکنه واسطه اخلاقش است و این اخلاقیات را متصدیش علوم شرعی است. او برای تو میگوید که آداب را چگونه نگه بدار، ارزش های اخلاقی را چگونه تجسم ببخش، امانت دار باید بوده باشی، صادق باید بوده باشی، امین باید بوده باشی، وفا باید داشته باشی، تواضع باید داشته باشی، قناعت باید داشته باشی. این پیام ها کلش پیام های چی است؟ پیام های دینی است. دین متصدی از این علوم است. از این خاطر اگر رتبه بندی باز بکنیم طبیعی که رتبه علوم شرعی بالاتر می شود نسبت به علوم بشری مادی که ما به اون نیاز داریم. در علوم شرعی که باز داخل شد باز رتبه بندی می شود. مثلا ما 14 علوم را برای کسب ارزش های دینی ما او را می خوانیم. طبیعی که علم قرآن بالاتر است نسبت به علم حدیث، علم حدیث بالاتر است نسبت به علم فقه، علم فقه بالاتر است نسبت به علوم عالی که دیگه ما می خوانیم. بنابراین رتبه بندی قضیه را از میز بیرون نمی کند. پس علوم کلش علوم است و کلش الهی است و کلش را خداوند متعال دوست دارد. و علم آدم الاسماء کلها، علم آدم الاسماء کلها، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان. این بیان که شد خداوند متعال برای ما قضیه را و استعداد داد که چگونه معلومات خود را شریک بکنیم و چگونه معلومات خود را بگیریم. بنابراین تقسیم را به معنای رتبه بندی میپذیریم، ولی تقسیم را به معنای طرح و بیرون کردن یک بخش از معلومات از علم ایره باز نمیپذیریم. همینجا جناب مولانا صاحب منظور می بود که درست است که علوم بشری داریم و علوم دینی داریم، به اصطلاح امروز مکتب داریم و مدرسه داریم، دانشگاه داریم، مدرسه داریم مثلا. اما منظور می بود که حدود و صغور علم انسانی تا کجاست؟ مثلا علم غیب را انسان نمیدانه، یعنی تا یک مستوی انسان میرسه که بعد از اون نمیتونه که یه عقل و مغز انسان کار کنه و صلاحیت ازیرا داشته باشه که تحلیل کنه اشیاء را. در این مورد یعنی حدود آیا بر علم وجود داره که تنها الله متعال میدانه، حتی پیغمبر خدا نداند مثلا، یا اینکه تمام پیغمبرانی که فرستاده شدن اونام جزئی از دایره میشن که الله متعال او را برای خود تخصیص داده و علمی الله متعال می باشه، یا ای که چون بشر هستن و مانند بشر انسانهای دیگر در اون دایره داخل میشن که انسانهای دیگر دارن، یعنی قدر مستوای عقلی و علمی. یعنی منظور اینجاست که حدود علم بشری کجاست و حدود یعنی علم الهی از کجا آغاز میشه؟ چنین چیزی های وجود داره یا چه قسم؟ ببینید که نمیتونیم برای علم سرحد تعیین کنیم. ما عرض کردم چقدر که علمت بیشتر میشود علمت بر مجهولات بیشتر میشود. و من قبلا عرض کردم که شما
هر قدر که معلوماتون بیشتر شود، علمتون که به مجهولات چنان بیشتر می شود که می زمانی که تو دا اختیار داری ای دمی سوال کردن خلاص می شود. به جواب نمی رسی. به جواب اصلا نمی رسی. از این خاطر قرآن کریم در رابطه با مسائل علمی اتو ارشاد میکنه که اگر ای کل آب که ما شما داریم این رنگ شود و کل درخت هایی که شما داریم این قلم شود، ما نفیدت کلماتو کلمات الله، و چیزی که خدا میدانه خلاص نمیشود. علومی که ما تو داریم نوشته سرش بکنیم در 200 جلد در یک مورد میتونیم خلاصش بکنیم، ولی به معنای این نیست که ما خلاص کردیم. این به معنی که قدرت ما عمق شد. بعد داخل چی میگیم؟ بعد نمیفهمیم. بعد میگیم که باید تحقیق شد. با او اساس گفته میتونیم که علمی که به معنای کمال مطلق تعبیرش بکنیم فهم را، این ممکن نیست ما را به دست بیاریم. مخصوصی الله هست. مخصوصی الله هست. شما یک بار ببینین بهترین یک مدل شی را یک انسان جور بکنه در هر چی که باشد، مثلا ما امروز تلفن های آیفون را بهتر میدونیم، شما آیفون استفاده بکنین به عنوان فردی که غیر مسلکی است در این مورد، در خلال استفاده ده ها خلطیش میکشید. میگه که نباید تو میشد. تو که میفهمی که اینجا نباید تو میشد. و کسی که انجینرش هست چقدر سوال پیش هست؟ من یقین دارم که با هزارها سوال همراهش هست که اگر او سوال را مطرح بکنه سر میز بگذاره ارزش از این بسیار پایین برمیاد، بسیار برد پایین میاد، ولی استفاده میکنه از پیش. از خاطر ما همیشه تولید نو نسبی هست، یعنی بعد نسبی هست، کاملا نسبی هست. روی اساس چیزی که بسیار مهم است و ایست که ما تقسیم را به اساس رتبه میکنه و به اساس ضرورت میکنه و همه علوم را شرعی میدانیم، همه علوم را الهی میدانیم و به همه علوم ما نیاز داریم و احترام میگذاریم. به این مناسبت ما در از نظر فقه اسلامی و از نظر علما هیچ علم را حرام نمیدانیم، حتی علم سحر را، علم نجومی که سوء استفاده میشه سر علم است، تو غلط استفادهش نکن. یک وقت میرسد که تو باید او را مثبت استفاده کنی، زیرا کسی او را به شر استفاده کرده، به ضرر او را استفاده کرده، تو باید بفهمی که او را از منجلاب خلاص بکنی، او را از تکلیف خلاص بکنی. وقتی که ندانی خب نمیتونی که او مسحور را نجات بدی. و اینجا دفع سحر با سحر یعنی نه، این می صحیح نیست. امی بارکی بله بله این صحیح نیست. تو علم را میفهمی که چی استفاده کرده و خداوند متعال راه های تداوی را برداده. ما انزل الله من داء الا و انزل معه الدواء. راهش خود پیدا میکنی. قرآن عجیب است، بزرگترین سحر میشود ولی الله بواسطه قرآن دفعش میکن. آلی چگونه تو قرآن را از او دو پی میبری و او را تلاوت میکنی و از او فن استفاده میکنی یا بحث دیگری است؟ روی اساس یعنی ما عرض کردم که هیچ علمی ولو که شر مطلق را ما دو میبینیم به حسب تعبیر ما، خود در امون شر مطلق باز میبینیم که منفعت هم پیدا شد. هیچ چیز را شما شر گفته نمیتونی شر مطلق که بد است. به طور مثال مگس بد ما میاد، مزاحمت میکنه و بینی آدم میشینه و نان آدم میشینه. خب وقتی که میبینین در یک جایی که پاک است، در اونجا نظافت رعایت میشه، در اونجا طهارت و پاکی است، شما اونجا مگس هم میبینین؟ مگس در اونجا پیدا میشه که اونجا نجاست است، اونجا کثافت است، اونجا رعایت خوبی نیست، حفظ صحه خوب نیست. حالا اگر شما هر قدر پاکی را زیاد میکنه اون طرف او کم میشود، وقتی که نزاهت راحت میشه او بیشتر میشه تا تو را بفهمانه که او متوجه شو. حالا چقدر میکروبا را او میخوره و از بین میبره را الله میداند،
و شما کدام وقت دیدین که مگس برای سر عطر بشینه، سر گلاب بشینه؟ میره سر سر نجاست ها میشه. یعنی یک نشانه از عزیز که فلانج نجاست کثافت وجود داره و برای ما یک گوشتاد یادواری میکنه، یعنی یک نفش برای ما رسیده. بله گفتم یک تحقیق ولی بکار است. بله. وقتی که ببینی علت آفرینش را، سیستمی که در وجود از این مگس گذاشته شده برای خوردن میکروب ها و این را از بین نمیبری، عجیب نیست. اگر یک حیوان دیگری، زیروح دیگری این میکروب ها را بخور از بین میره. این میخوره به چی تبدیلش میکنه؟ یعنی سبحان الله، عجیب و غریب از سیستم. به این عرض میکنم که شر مطلق را شما نمیتونید که در علم پیدا کنید. علم سحر حرام، ولی مطلق شرش گفته نمیتونی، زیرا منفعت های خودم دارد. یکی از منافعی چی بود؟ علاج مسحوری بود که ظالمانه مورد هجوم قرار گرفت. یعنی طرف تا وقتی که علم سحر ندانه دوای از را پیدا کرده؟ همیتونه پیدا کنه. باید بدانه. یعنی تشخیص کنه؟ تشخیص باید بکنه. تشخیص باید. از این خاطر عرضم این بود که علم را ما میتونیم به حسب جایگاهش قرار بدیم و به حسب ضرورت به او جایگاه قائل شویم. جایگاه علوم شرعی بسیار بلند است، در شک نیست و ما نصوص بسیار زیادی داریم. از این خاطر است که کل بدبختی هایی که ما در جامعه خود میبینیم، علت اساسیش جهل است. به این مناسبت ما از نظر فلسفه یک تعبیر داریم که اسباب دست با هم میدهد و نتیجه تجمع اسباب و علت تبدیل شدن است. یعنی سبب یک سبب، دو سبب، سه سبب، چهار سبب، ده سبب یک جا می شود، یک علت را می سازد. علت که ساخته شد معلول را بار می آورد و معلول در حقیقت ما تو فابریکه ای است که پیدا می شود، ادامه پیدا می کنه. اگر خواسته باشی که شما از یک فابریکه که 10,000 بوتل روزانه شراب تولید میکنن، 1,000ش اگر بشکنن چی می شود؟ یا تو می خواهی شراب را بند بکنی، پس سر فابریکه فکر کن. و اگر میخوای فابریکه را بند بکنی، علت ایجاد فابریکه شراب را بیاندیش. چرا فابریکه شراب ساخته شد؟ سر زی فکر کن. به این مناسبت علما میگویند که اسباب متعدد دست تعاون میدهد، یک علت مؤثر را میسازد و علت معلول را بار میدهد. اگر خواسته باشی که دیگه علت معلولی نباشد، نسبت حکم را به علت نکن. یعنی تو نگو که فابریکه شراب تولید کرده، نتیجه نمیده. چرا فابریکه ایجاد شده؟ سرزی فکر کن، سبب را پیدا. بله، چرا فابریکه تشکیل شده؟ اسبابی که با هم یک جا شده و زمین از کساده که یک تجار واره ترسو مردم، تجار بسیار ترسو مردم هستن، زیرا پول به سختی پیدا میکنه، جایی که سرمایه گذاری میکنه خوب فکر میکنه. این تجار چرا وادار شده که باید فابریکه بسازد؟ حالا تو که میخوای تخریبش بکنی، تجارت چطور وادار میکنی که فابریکش از بین ببره؟ علم بر اسباب داشته باشه. بله، اسباب رو باید مطالعه کنی. باز در اسباب اولویت بندی کن. این سبب زمینه رو مساعد کرده به این سبب، این سبب به این سبب، این به این، تا داخل برسی. او را میگم سبب اولا. میگه تا این را از بین نبری، اگر این سبب ای سبب را از بین ببری، باز هم فابریکه ادامه داره، شراب تولید میشه. یعنی اسباب مرتبه که مرتبه از اولین سبب پیدا کن. اولین سبب کل بدبختی ها چی است؟ جهل. اولین سبب تغییر به طرف رشد، به طرف مثبت علم است. از این خاطر رب ما که پیغمبرش را مبعوث میکنه علیه الصلاه و السلام، این مبارکه نمیگه که برو مردم بگو فعلم انه لا اله الا الله، ایره برش نمیگه.
برش نمی بیاد که او مردم زنا نکنه، شراب نخوره، قتل نکنه، دزدی نکنه. این گپا نیست. اولین پیامبر چی میدهد؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. زیرا کل بدبختی ها که آمد از جهل آمد. میخوای تداویش بکنی؟ و تداویش با واسطه چی است؟ با واسطه علم است. اقرأ باسم ربک الذی خلق. بخوان به نام پروردگارت که آفرید. بعد عجیب میفهم اقرأ باسم ربک الذی خلق. خلق الانسان من علق. قدرت وجودی خود را یک بار تحلیل کن، توی عادی نیستی. خلق الانسان من علق. اقرا، ببین چقدر دستور را میدن. اقرا و ربک الاکرم. بخوان که پروردگار بسیار گرامی است، بسیار مهربان است. در درون تو استعداد بیرون رفتن از مشکل را پیدا کرده است، گذاشته است. میتونی هر مشکل را راه حل پیدا بکنی برش. اقرا و ربک الاکرم الذي علم بالقلم. علم بالقلم يعني چی؟ يعني اي که قلم انتقال میدهد علم رو از یک نسل به نسل دیگری. یکی یک نکتهش گذاشته، بازو تجربهش بالاتر کرده، بالاتر کرده، بالاتر کرده، که پس به مو گت میرسیم که تمدن حسیله یک نفر نیست، حسیله یک مذهب نیست، حسیله یک مملکت نیست، حسیله شرق و غرب نیست، حسیله تمام بشریت است. علم الانسان ما لم يعلم. بسیار چیز را نمیفهمید، ولی قلم به ما چی کرد؟ انتقالات رو داد. و هر امت و هر کس در صحن خودش در او چی کرد؟ تغییرات را آورد، در او تزیید کرد، تنقیص کرد و زیبایش کرد. به این مناسبت علم در حقیقت روشنایی است، فهم درک از حقایق است که روز به روز بر ما بیشتر و بیشتر می شود و حد را برش نمیتونیم تعیین بکنیم. حد را برش تعیین کردن نمیتونیم، زیرا هر قدر که ما به یک شای علم پیدا بکنیم، این علم زمینه را مساعد میکنه به علم به یک شای ثانی، ثانی به ثالث، اما تو پیش میره. زیرا کل چیزهایی که ما شما در این کائنات میبینید یکی به دیگر بسته است. امام شافعی رحمت الله علیه را کس پرسان میکنه که کیف نعرف ربنا، رب خدا چی کنم میشناسه؟ او بعد شکوه و جلال و جمال الهی را در اوصاف و اسما تحلیل نمی کند، زیرا او فرد ضعیفتر بود. برگ درخت توت را مشکنانه قطعش میکنه و بعد میگه که عجیب است، برگ درخت است. هر یک بز میخورد، بعد در درونش تجزیه میشه، از این پوست جور میشه، از این استخوان جور میشه، از این گوشت جور میشه، از این شیر جور میشه و تفالش بیرون میشه. بعد این شیرش در مبین یک پرده بسیار نازکه در بین سرگین و در بین شیر است. ایتو نازکه که مثل پلاستیک واره. بعد عجیب است که از این پرده نازک هیچ نوع اثر از این سرگین در شیر، از بویش، از ذائقهش دیده نمیشه. در حالی که شما یک کمک سرگین را اگر یخچالتان بگذارین، یک روز بعد باز ببینین که کل یخچال را بوی گرفته است و هر چی که استفاده میکنین بوی سرگین در اوجا است. ولی این پرده نازکی که در بین است، این شیر را تخریب نمی کند. حالا کی سیستم را جور کرده است؟ و کی این توت را به این شکل مختلف تغییر می دهد؟ اون ذات است که او را ما الله می گیم و اون ذات است که ما او را خدا می گیم. این را چی کرد امام شافعی؟ کون را چنان کوچک کرد که یک جز بسیار کوچک 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 از او را گرفت و پیش روی سائل گذاشت و اون نفر به می حل شد مشکلش. در حالی که یک تعدادی است به این حل نمیشه، بابا چیز دیگری بگوی، او به او حل میکنه، با قضیه کسی دیگر رقم حل میکنه.
به این مناسبت گفته می دانیم که علوم از خود اصطلاحات دارد و از خود مراتب دارد و از خود تقسیمات دارد و هر کدامش را در جای خودش باید چی کنیم؟ در جای خودش استفاده کنیم و کوشش نکنیم که کسایی که واضح اصطلاحات است تعبیر شخصی خود بر او اصطلاحات تحمیل بکنیم، بلکه از صاحب واضح اصطلاحات علمی از او بپرسیم که تعبیر تو از چی است. تعبیر از او مطلوب است، نه تعبیر ما. و مشکل امروز ما امیست. و همیشه جناب مولانا صاحب، اگر طرف واضح به اصطلاح علم است، گیریم مثلا شما مثال آوردین عرفان و تصوف، اگر واضح علم خودش به خطا رفته باشه، مثلا چون از اول گفتیم که علم نسبی هست، طرف دیگر آمده و تحلیل کرده، یک برداشت دیگه کرده، در اینجا یعنی آیا کار طرف مقابل که آمده نقد کرده و برداشت خود را به اصطلاح معرفی کرده، آیا کار ثواب کرده یا چه قسم؟ من یک چیز باید واضح باشه استاد، بله، که یکی علما داریم، یکی عالم نما داریم، بله، یکی اهل عرفان واقعی داریم، یکی همین دکاندارا و تجارا داریم، بله. مشکل ما در ایجاست که فقهای ما باید، علمای ما باید حساس باشن در مقابل منکرات، بدعتها و رسوم جاهلی که به نام تصوف و به نام عرفان اسلامی در جامعه ما نقش پیدا می کند و روز به روز متاسفانه بیشتر می شود، زمینه شرک، بدعت و خرافات و تحقیر انسان را مساعد می کند. این چیزی است که اهل عرفان هم با او مخالفت می کند. اهل عرفان اساس اصلی، صوفیای اصلی و دکاندارا را ما باید نقد بکنه. چیزی که انسان را مشکنانه و انسان را تحقیر میکنه و جایگاه و عظمت و شأن انسان را زیر سوال میبرد، او ممکن نیست که به عنوان علم تحلیلش بکنه، زیرا علم خدمت میکنه انسان را، علم خو انسان را بلند میبرد، علم خو انسان را شگوفایی میدهد. چگونه ممکن است که به نام علم انسان را وادار بکنه که به مخلوق سجده بکنه؟ این چه رقم علم است که انسان را به رقص وادار بکنه و به عزتش بکنه، کلاهش در یک جای بفته، لباسش در دیگر جای بفته، هر روحش براید، با او چی جایگاه قائل شدی؟ او را در کجا رساندی؟ این چیزی که ما امروزی خرافات که میبینیم، این خو علم نیست، این خو تصوف نیست، این خو معنویت نیست، این خو در حقیقت انسان را به حضیز حیوانیت پایین کردن است. از این خاطر فقهای ما و علما باید نقد بکنند و نقدش واضح است و روشن است. من نمی‌فهمم که دی چی خیری است و چطور تو از این دفاع میکنی؟ چی خیر را برای جامعه انسانی رساندی؟ چی گل را در حقیقت آب دادی؟ خرافات خرافات است، بدعت بدعت است. هر حرکتی که به نام علم انسان را مقهور بکند و جایگاهش را زیر سوال ببرد، عظمت شأنش را زیر پای بکند، او انسانی که ملائکه بر سجده کرده است، او انسان را ببرد و کسی غیر الله سجده بکند، او نه تصوف است، نه او روحانیت است، نه او علم است، بلکه خودش یک جهل مرکبی است. انسان جاهل است که نمیداند به جهل خودش، و نقد از او خو واضح است. و الحمدلله و المنه که علما عرفا هم هستند. اکثریت علما چی است؟ عرفا هستند. ما اهل معنویت هستند، ما تحلیل خود را دارند. ما فکر نمی کنیم که اصل معرفت و تصوف علمای راسخ دشمنی بکنه. اونا میگن که این چیزای مطلوب است و در تحت حدیث رسول علیه السلام که ایمان و اسلام و احسان رو تشریح میکنه، در زیر احسان همی ارزشها رو میارد و به او فرا میخواند، ولی دکانداری، خرافات، بدعتها
و همین تأکید میکنیم که هیچ بدعتی نمیآید مگر اینکه یک سنت را زیر پای میکنه. هیچ بدعتی به هر نامی که میاریشه نمیاریش مگر اینکه یک سنت را زیر پای میکنه. پس علم در حقیقت زیباییش را او وقت میدهد که ما بحث را که میکنیم ای را باید بدانیم که ما در کدام تخصص هستم و اصطلاحات یک متخصص دیگری را باید اجازه بدیم که او تشریح بکنه. اگر او تشریح کرد زیباییش زیبا میآید و احترام بگذاریم به واضع لغت. اگر خوش ما نمیآید میتونیم که برش بگویم که یک اصطلاح دیگر را استفاده بکنم. مثلا یک تعداد ما میگم تصوف، یک تعداد میگه تزکیه، الا ما شاهد فی الاصطلاح. خب ما تزکیه میگم تو صوفی بگو، دیگهش احسان بگو، دیگهش معرفت بگو، دیگهش طریقت میگه، چی که میگن بگوین ده چی مشکل ما داره. ولی اگر هر چی باشه به نام تزکیه هم اگر خرافات کردی، اگر بدعت کردی، اگر رسوم جاهلی کردی نارواست. اگر به نام صوفی میکار کردی نارواست. اگر به نام تزکیه هم دکاندار شدی نارواست. اگر به نام تصوف هم دکاندار شدی نارواست. اگر به نام تزکیه هم رفتی انسان را در حضیض حیوان و زیر پای انسان دیگری انداختی کار ناروا کردی، کار زشت کردی. اگر به نام صوفی میکار کردی. و ولی اساسی ترین نقطه ای که برداشتم ایست که اگر میخوایم که درست بفهمانیم با واضعین لغت برویم. وضع که باید بفهمیم که تصوف و عرفان اسلامی یا تزکیه خودش یک بخش است. وقتی که یک بخش از خود علما داره، از خود متخصصین داره، اجازه بدیم که تعبیرهای از اونها را و بزرگا و مجتهدین و علمای از اون مذهب را یا از اون قشر را او را محترم بشمار، اصطلاحات از اونها را تحلیل بکن، نه اصطلاحات عالم نما را، نه اصطلاحات صوفی نما و دکاندار و سجاده نشین سایوار. خیلی تشکر جناب مولانا صاحب بزرگوار. اگر بیایم روی مسائل روز که امروز متاسفانه اگرچه اشاره داشتیم در این مورد که سبب تمام بدبختی ها جهل است و اهمیت علم هم که روی صحبت داشتیم، یک مشکلی که خیلی یک چالش اساسی جامعه خود ما و در عموم کشورهای اسلامی، خصوصا کشورهایی که اندکی عقب مانده هستند، مرز کشیدن بین علوم عصری و علوم دینی است، یا به اصطلاح هم اگر بگویم که بین مکتب و مدرسه هست. آیا چنین چیزی مثلا در شریعت و اسلام در دین مطلوب بوده در طول تاریخ اسلام که یک تعداد مردم وارد مدرسه شوند و از چوکاتی که در مدرسه وجود داره در همونجا باشند و یک تعداد مردم به مکتب بروند و از همون چوکات خودشان خارج نشوند و یک به اصطلاح پلتفرم یا به اصطلاح یک سیستم دیگری وجود نداشته باشه که مکتب و مدرسه را با هم دیگر یک جای بکنه؟ آیا مطلوب همیست که هر دوی از این جدا باشه؟ که سیستم مختلط وجود داشته باشه؟ سوال بسیار مهم است استاد. و من من حیث کسی که در معارف افغانستان بودم متاسفانه که همین زبان متعدد ما خودش یک مشکل کلانی است. وقتی که شما یک نصاب تعلیمی را می سازیم، در این نصاب تعلیمی سه چیز باید در نظر گرفته شود: یک مسلک، تخصص و علوم اجتماعی، و به هر کدامش باید فیصدی شبدی. تو برای علوم اجتماعی میری 35% باید بدی، بعد در علوم مسلکیت هم باید 30% باید بدی. 30 و 35
65 می شود. دوج بر تو می مانه 45. این را باید برای تخصص بدی. که چی می خواد؟ از این نفر چی جور می کنی؟ ما وقتی که نصاب تعلیمی را جور می کنیم در این 35 ساعتی که ما باید بدیم یک تضاهم عجیبی را در اوجا می بینیم استاد. از نظر مسلکی ما در هفته 36 ساعت درس داریم. ما نمیتونم او را عفت بکنم، چلش بکنم، پنجاهش بکنم، نمیتونم. زیرا ما دمو هر روز 6 ساعت درس تدریس میکنیم. یعنی قاعده نیست. قاعده نیست. زمان هم تو راست استاد نیست. ساختار محدودیت وقت محدودیت وقت نه. قدرت اخذ ما هم قدر است. ظرفیت هم. ظرفیت هم تو راست. به طور مثال ما از طفل خور ترکا که میبینیم استاد وقت درسی از اونها 10 دقیقه است. انتها اند 12 دقیقه. انت وقتی که یک طفلک میخوای درس بدی از 10 الی 12 دقیقه باید همون درس باید بدی. بعد از او باید عوض کنی. اگر ادامه دادی او را گیج میکنی، در حقیقت به دیوال گپ میزنی. ده دقیقه گپ بزن، قضیه را تجدید کن، یک پیام دیگر را پس شاگرد از بیرون بکش به طرف خودت. وقتی که ما از 6 ساعت بیشترتر تدریس بکنم دیگه مغز نمیگیره. و مردمایی که اکثریت همونطور هست، یک تعداد استثناء قائل شد و ما خب اکثریت نصاب جور میکنم. حالا وقتی که میام در علوم اجتماعی، زبانها شامل علوم اجتماعی است، تاریخ شامل علوم اجتماعی است، دقیق شده؟ جغرافی ما شامل علوم اجتماعی است. در ممالک اسلامی یک زبان میخوانم اصلی، یک زبان دیگه میخوانن انگلیسی، دو زبان. در ممالک عربی یک تاریخ میخوانن که همون تاریخ خودشان هم است. مشکل ما چیست؟ ما زبان پشتو رو یک باید بخوان، زبان دری رو دیگه باید بخوان، زبان عربی رو دیگه باید بخوان، زبان انگلیسی رو دیگه. 4 زبان شده است. ما بر تو میگیم که خب 4 زبان تدریس میکنی، هفته چند ساعت باید برش بدی؟ 4 ساعت. و تو فقط 36 ساعت داری. دقیق شده؟ تو 36 ساعت داری. 4 دانه خویی شد. باز دهی جغرافیه را داخل کن، دهی فیزیک داخل کن، دهی ایران داخل کن. باز بیار در علوم اسلامی داخل شد. در علوم اسلامی تنها یک قرآن برش میتی؟ دیگه فکر بکن که علوم اسلامی چه عقیده است، فقه است، میراث است، اخلاق است، سیرت است، حدیث است، قرآن است، بسیار چیز می شود. و جای و چیزی که تو داری همه قدر است. از او بیشتر کدش نمیتونی. تو 6 ساعت را 7 ساعت خواه نمیتونی. 7 ساعت که بکنی میفهمی نتیجه چی می شود. نتیجه باد مالی بالا می رود. تو ساعت 8 بجه درس را شروع میکنی. چیزی کم 12 1 رخصت میکنی بچه را. بچه گرسنه شده نشده. همین ساعت هفته ما چه وقت برش میدی؟ در کجا برش میدی؟ برای از اینکه ساعت هفته ما تدریس بکنی باید نان بدی. صحیح شد؟ نان از کجا میکنی؟ چند نفر داری؟ 2 میلیون شاگرد داری. 2 میلیون شاگرد نان بدی. نان که میدی باز در کجا برش میدی؟ از تو چی میخوای؟ اما تو فضا میخوانی؟ از تو کتاب تامخانه میخوای؟ از تو یک مجلس جای بیرون رفتن و سپورت و فضای آزاد میخوای؟ مکاتب ما چقدر بیخ آماده است؟ بیخ آماده نیست. در دنیای دیگر خود طفل را میبرد، ساعت 7 بجه میبرد، 4 بجه بر رخصتش میکنه. در اوجه همه چیز برش هست. امکانات وجود. بله، او میتونه 7 ساعت تدریس بکنه. ولی ما خود نمیتونه. بنابراین از این خاطر شد که ما مجبور شدیم تقسیم بکنیم مدرسه را مکتب را. نظر به کمبود امکانات. بله.
ندارین، واقعیتش نیست و بسیار قیمت تمام میشه بر ما. این تقسیم از اینجا شروع شده، اصلی نقطهش اینجاست. از طرف دیگری مشکل خود ما هم است. گفتم که ما نمیتونیم که زبان ها رو ختم کنیم، ما مجبور میشیم چهار زبان رو بخونیم، مجبور میشیم، ما مجبور میشیم تاریخ خودم بخونیم، تاریخ اسلام هم بخونیم و تاریخ جهان هم بخونیم. ما مجبور میشیم جغرافی خودم بخونیم، جغرافی هم مرزای خودم بخونیم و جهان هم باید بخونیم و جهان اسلام هم باید بخونیم. مضامین ما بیشتر است. از این خاطر ما مجبور میشیم که یک تقسیم بکنیم به مدرسه و به مکتب. راه حل اساس ایسته که کشور ما اگر با ثبات برسه، مکاتب ما ظرفیت بالا را پیدا بکنه، ما میتونیم مدرسه را مکتب یکی کنیم. چرا؟ شاگرد ما ساعت 7:30 7 بجه بر ما میآید و 4 بجه رخصتش میکنه، حجم درسی ما را بالا میبریم، ولی بر شاگرد ما نان میدیم، فضایش بر زیبا میکنه، خلق از تنگ نمیشود. بعد تا صنف 12 عام میخوانن، یعنی اسلام را با علوم عصری یک جا میخوانن، هم اولویت های اسلامی را و الفبای علوم دینی را یاد میگیرد. بعد فاکولته با تخصص میشه، دکتر دکتر میشه، انجینر انجینر میشه، مولوی سه میشه، قاضی میشه، هر کدامش میخوان. این وقت میشود که ما از نظر واقعی این ظرفت را پیدا بکنه و یک کار نیکی است و این تقسیم به هیچ وجه صحیح نیست. نکته دوم هم از داستاست که ایرم باید قبول بکنه، اما تو که در علوم معاصر ما و علوم بشری ما بسیار زیاد انکشاف وجود داره و همین 4 سال 5 ساله که فاکولته کسی میخواند و حد این موضوع عادی شده استاد، که یک وقت از سنف 12 کسی فارغ میشد همه چیز بود صحیح شد. بعد دوران لیسانس آمد 12 فرو رفت، در حالی که همون صنف 12 بسیار خدمات خود داشت. صنف 12 تبدیل شد به چی؟ به فاکولته آمد. فاکولته ما ظرفیت هایش هم ضعیف شد، چرا؟ علوم دیگه داخل شد، همون حجم است، نه؟ زمان همون زمان است، ولی مضامین بیشتر شد. مضامین که بیشتر شد اینجا دیدیم که قضایای دیگه باز بسیار زیاد ضعیف شد. مثلا شما کسایی که از صنف 12 قبلا فارغ شده امرایش بشینین، خیلی زیبا شعر میگوید، بسیار زیاد از متون شعر و نثر بلد هستند و کتابتشون بسیار زیباست، در حالی که از فاکولته ادبیات ما فارغ میشه به اندازه امروز واقعیتش خانمست. پس ما در یک زمان صنف 12 را در خط بی‌سواد قرار دادیم، کمکی که بالا رفتیم فاکولته هم شد، ولی مردم میگه ماستری میخوام، ماستری یا ضعیف شده میره به دکترا میره، در دکترا باز پست دکترت میشه، از اوکده بالاتر میره. معنا چیست؟ معنا ایسته که دنیا متحول است، چیزهای نو و جدید را میخواید به شما، ولی همت ها بسیار ضعیف شده، همت ها بسیار ضعیف شده و همت های جوان های امروز که ما میبینیم متاسفانه هیچ زحمت نمی کشن، مطالعه نمی کنن، دوست دارن مستریح باشن، صحیح شده؟ دوست دارن سر زموز ظواهر خود زیاد فکر میکنن، ولی فرصت ها را از دست میدن. به این اساس است که این خودش یک بحث دیگه است از نظر روانشناسی و از نظر علوم اجتماعی که ما چرا این رقم شدیم، این باز یک بحث دیگری است. خیلی تشکر جناب مولانا صاحب. در ادامه همین صحبت هایتون، چون دوست های اشاره میکنن که وقت برنامه کم مانده، پیام کوتاه داشته باشید. امیدوار هستم که ما علم را اگر تقسیمش را برای گرفتن مفاهیم بیشتر تعبیر بکنیم با تمام احترامی که به تمام اقسام علم داریم و هیچ وقت علم را در مقابل علم نجنگانه و این جنگاندن در حقیقت خودش جهل است، خودش میسوادی است. همه علوم محترم است، همه علوم محترم است با قضیه ارتباطش با خدا، با جامعه انسانی و با فرد انسانی.
همه علوم محترم است، ولی رتبه را هم چی میکنیم؟ در فرق مراتب نکنی زندگی. پس مراتب را باید بپذیریم. خیلی تشکر جناب مولانا صاحب بزرگ عزیزی که قدم رنجه فرمودین و برای سوی تشریف آورد. خیلی تشکر. بخیر باشید. بیننده های عزیز و گرامی، در مورد علم و اهمیت علم صحبت داشتیم و قسمی که جناب مولانا صاحب اشاره کردن در مورد رتبه های علم و اینکه صنف بندی علم چگونه باید باشد، علم مطلق هست یا نسبی هست، در مورد این مسائل صحبت های مفصلی داشتیم. انشاءالله در مورد علما و مسئولیتی که علما در قبال امت و جامعه می داشته باشند در برنامه های بعدی صحبت های با جناب مولانا صاحب خواهیم داشته. تا دیدار بعد که باز هم در خدمت شما عزیزان حاضر می شویم، همه تان را به الله بنیاز می سپارم. اوقاتتان خوش، شاد و موفق باشید.